بله، من قیاسی هستم و آنچه را که به عنوان شهادت نامه ارائه دادم تایید میکنم. Can you tell the commission as to the circumstances of the death of your sister, Kobra Qiyasi? Kobra رو در فروردین سال 61 زمانی که از منظر خارج شده بود دیگه به خانه بر نگشت. تلاش ما برای پیدا کردن اون شروع شد. بعد از مدتی از دوستانش اطلاع پیدا کردیم که او رو در خانه‌ای با عده‌ای از دوستانش که در حال مطالعه خوندن نشریه و کتاب بودن دستگیر کردن. از آن زمان به بعد تلاش ما برای پیدا کردن محل بازداشت کبرا شروع شد، ولی متاسفانه از مسئولین هیچ گونه پاسخی دریافت نکردیم تا بعد از حدود 2 ماه. من میگم حدود به این دلیل که تاریخ دقیق بازداشت کبرا رو ما نمیدونیم. حدود بعد از 2 ماه اولین ملاقات رو به ما دادن. من و مادرم به ملاقات خواهرم رفتیم. ملاقات حضوری بود. پاسداران و یکی از خواهران پاسدار در اونجا حضور داشتن. زمانی که مادرم کبرا را در آغوش گرفت، از حالت چهرش من این نتیجه رو گرفتم که باید زخمی باشه، ولی از اونجایی که چادر سرش بود نمیتونستیم چیزی رو ببینیم و او هم هرگز چیزی نگفت که شکنجه شده یا آسیبی دیده. چادرش رو محکم میگرفت، ولی از اونجایی در آغوش کشیدنش رو من میدیدم که با ناراحتیه به این نتیجه رسیدم که شکنجه شده. در اون ملاقات به ما هیچ گونه اطلاعاتی نداد. بعد از اون هر گونه تلاشی برای یافتن اطلاعاتی در مورد پروندهشون ناموفق بود. حدود 3 ماه گذشت به این شکل. بعد از 3 ماه او رو به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردن. در زندان دستگرد اصفهان قرار بر این بود که هر 2 هفته یک بار ملاقات داشته باشن، ولی این ملاقات ها اکثرا قطع می شد، مدام نبود، می رفتیم ولی بنا به دلایلی قطع می کردن ملاقات رو، یا زمانی که زندانی مسئله رو مطرح می کرد چی اطلاعی می خواست از خودش به دیگران بده، پاسدارا می آمدن و اونا رو می بردن. حدود 9 ماه بازداشت بود. یک روز آمدن در خانه، بعد از ظهر بود، به مادرم که تنها در منزل بود اطلاع دادن که می تونی کبرا رو حضوری ملاقات کنی، و بعد از ظهر حدود ساعت 2 بود گفتن تا آخر وقت اداری امروز شما میتونین دخترتون رو ملاقات کنید. و مادرم اعتراض میکرد که امروز وقت ملاقات نبوده، خواهرش منزل نیستن، برادرش منزل نیست، و اونا گفتن همینه، امروز ملاقات و حضوریه، میخواین ببینین، میخواین بیاین، میخواین نیاین. مادرم با تلاش بسیار خودشو به بازداشتگاه میرسونه، یعنی کبرا رو از زندان دستگرد به بازداشتگاه منتقل کرده بودن. و علت اینکه چرا این اتفاق افتاده باز به ما پاسخی ندادن. بعد از پایان ملاقات حدود 10 الی 15 دقیقه مادرم به منزل برمیگرده. فردا صبح از پزشک قانونی به ما زنگ زدن که میتونین جسد رو تحویل بگیرین. Your statement, you refer to the text which looks like a transcript of the court. Can you tell us about this, when your mother asked as to the reason for their execution, what was the answer, and all these things that are stated here are from a document, or do you have that document?
سند که من بتونم اینجا ارائه بدم متاسفانه ندارم، ولی مادرم در تحقیقاتی که بعد از اعدام بعد از تیربارون خواهرم میشه به دادگاه مراجعه میکنه، دادگاه انقلاب، و جویا میشه که علت تیرباران دخترش چی بوده و اونها میگن که ما دلیل داریم، از روی پرونده دختر شما میخوانیم. یعنی آنچه که آمده به مادر من گفته بودن، ما این متن رو از روی پرونده ایشون میخونیم. ما او رو به دادگاه بردیم، قاضی ازش پرسیده که اعتقاداتت چیست؟ گفته من مارکسیست هستم. سوال بعدی این بوده که آیا حاضری به اسلام رو بیاری و اعتقادت بذاری کنار؟ جواب داده که نه، من مارکسیست هستم و مارکسیست خواهم ماند. و به خاطر همین دو سوال و پاسخی که او داده، حکم اعدامش صادر شده. بعد از اینکه مادر باز تلاش میکنه که اطلاعات بیشتری کسب کنه و میگه خب این دختر جوانی بوده، ممکن بود بعدها اعتقاداتش تغییر کنه، پاسخ میدن که او یک موجود کثیفی بوده که ما او را از روی زمین برداشتیم و شما باید دست و پای ما را ببوسید و از ما تشکر کنید که ما این وجود کثیف را از روی زمین برداشتیم. تاریخ فارسی شما میگه ممکنه در ترجمه اشتباه شده باشه، تاریخ فارسی اون میشه 28 آذر، 28 آذر سال 61. As I once in a while do during these hearings, at the very end of the I ask you to confirm the words that have been used by some officials. At the end of this of your written statement, you say this after an exchange you referred to in your testimony. That is why she was executed. They told her leaking mother and opened the open quotation marks. Don't cry. You should be glad we rid the earth of this profane creature. My question is, are those the words that were used, really used according to you, and who are they? They told her weeping mother, don't cry, be glad we rid the earth of this profane creature. زمانی که ما به دادگاه انقلاب مراجعه می کردیم، هرگز کسی خودش رو به اسم صدا نمی کرد و یا مقام کسی رو مطرح نمی کردن که ایشون چه مقامی دارن. اونهایی را هم که می خوندن می گفتن ما کاری نیستیم اینجا، ما یک کارمند معمولی هستیم و از روی پرونده که قاضی بررسی کرده فقط براتون می خونیم. هنوز هم ما نمی دونیم نام اون شخص چی بوده، چه پستی داشته، چه مقامی داشته. ولی در تحقیقاتی که بعد از این اتفاق کردیم، پرسجو شدیم که قاضی در اون موقع کی بوده، به ما گفتن شخصی بوده به نام حاج آقا علوی، قاضی دادگاه انقلاب در آن زمان بوده. حال در همون روز همون قاضی در دادگاه بوده که به پاسخی که خواهر من داده حکم قتلش رو صادر کرده یا نه نمیدونیم، ولی در آن زمان ایشون حاج آقا علوی رئیس دادگاه بوده، رئیس دادگاه انقلاب اصفهان. So do I understand that he would be the person you said don't cry, you should be glad we rid the earth of this profane creature? خیر، این صحبت من مبنی بر این نیست. اون قاضی بوده و حکم رو صادر کرده. زمانی که مادر من به دادگاه رفته، ممکنه اصلا قاضی اونجا نبوده باشه، ممکنه کار واقعا کارمندی بوده باشه که از روی پرونده خونده باشه. ما اون شخص رو نمیشناسیم، نمیدونیم کی بوده، خودش هم معرفی نکرده. بیست و سه سال.
But you have a question? Yes, please. I'm sorry. I want to ask, first of all, do you think that your sister had any different treatment or worse or better because she was a woman? طبیعتاً اینجوری بوده. طبیعتاً اینجوری بوده چون این شیوهیه که در اسلام مرسومه. یعنی اصولاً زن نیمی از مرده. هیچ وقت یک زن به اندازه یک مرد ارزش نداره. آنچه که میگوید یعنی همیشه باید تابع یک مرد باشه و مسلمان وقتی که قاضی دادگاه میبینه که زنی در مقابلش میایسته و قد علم میکنه و میگه من یک مارکسیست هستم و تا آخرین لحظه عمرم از این اعتقاد دفاع میکنم، من برای مردمم میجنگم و مبارزه میکنم، همین حرف کافیه که قاضی رو به اوج برسونه و عصبانی کنه و همین هم میتونه حکم اعدامش رو صادر کنه. ببینین زمانی که خواهر من بازداشت شد در ماه فروردین بود، زمانی که ما اولین ملاقات رو داشتیم حدود 2 ماه بعد بود، یعنی در این فاصله حتی اون اجازه نداشته که به خانواده‌اش تماس بگیره، اطلاع بده کجا هسته و این غیر قانونیه. در هیچ دادگاهی در هیچ کشوری به همچین چیزی نیست که شما 2 ماه بازداشت باشین بدونی که بدونین حکمتون چرا بازداشت شدین، علت بازداشتی چیه و آیا خانواده شما بی خبر باشن. بعد از اون فقط یک ملاقات حضوری ما داشتیم، اونم 10 دقیقه بوده. بعد از اون به زندان اصفهان منتقل میشه. هر وقت که ما میرفتیم به زندان مراجعه میکردیم، بنا به دلایل مختلفی برق نیست، آب نیست، درها بسته است، درها باز نمیشه، ما رو برمیگردوندن خونه. مسیر طوری بود که مادرها مجبور میشدیم 3 ساعت 4 ساعت قبل از موعد ملاقات حرکت کنیم، بازم معلوم نبود که آیا به موقع میرسیم. کافی بود 5 دقیقه دیر کنیم، ما رو از ملاقات محروم میکردن با اینکه مسیر رو خودشون میدانستن. ملاقات میرفتیم داخل، توی اتاقهای در بسته بود، از روی تلفن با هم صحبت میکردیم. اگر زندانی میخواست اطلاعی رو به خانواده های خودش بده، مثلا من یادمه که کبرا زمانی چیزی رو توی دستش نوشته بود که مثلا فرض کن ما رو کتک میزنن، اجازه دستشویی نداریم، یا زندانی بودیم و دستشو به شیشه میچسبوند که ما بتونیم اونو از پشت شیشه بخونیم. من فکر میکنم که با تلویزیون مدار بسته کنترل میشد. در همون موقع پاسداران میریختن جلوی چشم مادران و پدرانی که برای ملاقات اومده بودن، دخترها رو میکشیدن، پاسدارا با تفنگ میزدن، خواهران موهای زندانی ها رو میکشیدن و میبردن و در همون موقع ملاقات قطع میشد، تمام خانواده ها رو بیرون میکردن، درها بسته میشد. این شیوه ملاقات اونها بود، به نام میگفتن شما ملاقات دارین، ولی هر بار که میرفتیم با توهین و تحقیر روبرو بودیم و یا اینکه ملاقات ها را قطع میکردن، دوباره ما رو میفرستادن منزل.